اینجا ایرانه، روی دریایی از نفت، اما اولین بار بود که چنین کاری کردم. رفتم گفتم پول ندارم گوش بخرم. خیلی لحظه بدی بود، اما مجبور بودم. 2 هفته بود گوش نخورده بودیم. یه پسر 9 ساله و یه دختر 7 ماهه دارم که شیرخواره است. ما که توان تهیه شیر خوش نداریم. بنابراین همسرم که بچه شیر میده باید تغذیه درستی داشته باشه. ولی با این کرایه خونه مگه آدم به تغذیه هم میتونه فکر کنه؟ 3 ماه دیگه پایان موعد قرارداد خونه است و اگه نتونم تمدید کنم لابد باید برم حیاط خونه پدرم چادر بزنم. این حرفا رو به صاحب مغازه گفتم. شناخت چندانی که از من نداشت، ولی لطف کرد و 2 قطعه رون مرغ به من داد و گفت پول نمیخواد. تو این شرایط ما فقط خودمون رو سیر میکنیم. 7 هفته پیش همسرم تمونده‌های نون ساندویچی رو با تهمونده سویا سرخ کرد و یه وعده همون رو خوردیم. اما این شد غذا؟ واقعا این حرفا رو نمیشه به هیچ کس گفت. پدر و مادر خودم هم که قصه میخورن و جز یه خونه چیزی ندارن که کمک ما کنن. پدر و مادر همسرم هم همینطور. بقیه هم که هیچ. جمعه به جمعه فقط دعا میکنم خونه ما نیان، چون واقعا نمیدونیم باید چه کنیم. رنج رها شدن را آن کس که زندگی کرد، ترس از خطر ندارد، ترس از خطر ندارد. سر خم قدغن دیگه، خم قدغن ماتم قدغن برپا، سر خم قدغن دیگه، خم قدغن.